با سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم تلویزیون آریا، من علیرضا فدایی هستم، مشاور امور مالی، سرمایه گذاری و بیمه. بیش از 11 سال هستش که در ونکوور کانادا زندگی میکنم. حضورتون عرض کنم که دارای مدارک پیشرفته مشاوره مالی و بیمه هستم، فارغ التحصیل دانشگاه سایمون فریزر یونیورسیتی. در برنامه های آتی راجع به مسائل مختلف مالی خدمتون صحبت خواهیم کرد که امیدواریم که مفید باشه براتون. در این برنامه خاص یک معرفی خیلی کوتاه و کلی خواهیم داشت راجع به نظام اقتصادی و سیستم مالی کشور کانادا. اولین سوالی که مخصوصا توسط خیلی از دوستانی که به تازگی تشریف میارن در این کشور مطرح میشه این هستش که بالاخره در این کشور میخوان زندگی بکنن و میخوان بدونن که وضعیت اقتصادی این کشور به چه صورت هست، در چه سطحی قرار داره و آیا آینده خوبی براش پیش بینی میشه یا نه. من از این نظر که بخوام آینده رو پیش بینی بکنم، هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. فقط این رو من میتونم با اطمینان خدمتتون بگم که کشور کانادا جزو 8 کشور صنعتی و پیشرفته‌ای که بهشون کشورهای G8 میگن هست و عضو این گروه بوده از سال 1975 یا 1976، الان نزدیک 40 سال هست. حضورتون عرض کنم که این که بعضی ها اعتقاد دارن که وضعیت کشور کانادا یا وضعیت اقتصادیش با توجه به این موج عظیم مهاجرت در 10-15 سال آینده و این سرمایه‌ای که سرمایه هنگفتی که داره به این کشور میاد وضعیتش تغییر کرده، خیر، چنین چیزی نیست. نزدیک 40 سال هستش که کانادا جزو کشورهای پیشرفته هستش از نظر اقتصادی و تکنولوژی. نظام مالی و سیستم بانکی و سیستم مالی کانادا یکی از بهترین ها هست در دنیا، چون ببینید یک سری از مسائل توی کشور آمریکا به وجود اومد، یک سری از وام های مسکنی که به طریق ناصحیح ارائه شده بود یا به افراد ناصحیح ارائه شده بود. شما واقعا هیچ کدوم اینها رو در کشور کانادا شاهدش نیستین، به دلیل اینکه درست هست که خیلی ها ممکنه انتقاد بکنن که بعضی از مؤسسات مالی کانادایی یک مقدار بیش از حد محافظه‌کار هستن، ولی در نهایت ببینین در زمان این رکود اقتصادی که در کل دنیا وجود داشت، کشور کانادا واقعا خودش رو تا حد زیادی به نسبت به کشورهای دیگه تونست که خودش رو حفظ بکنه. اقتصاد کانادا یک اقتصاد بسیار وابسته هستش بیشتر به منابع طبیعی از جمله نفت یا حالا جنگل، چوب، صنایع چوب، بیشتر منابع طبیعی نقش دارن در اقتصاد کانادا تا اینکه تکنولوژی. که شرکت هایی که از نظر بین المللی واقعا شناخته باشن در مسائل تکنولوژی و فناوری به نسبت کشورهای دیگه کمتر کانادا صاحبش هست. عرض کردم اقتصادش بیشتر به منابع طبیعی وابسته است. حضورتون عرض کنم که در سیستم مالی کانادا مهره هایی که در واقع وجود دارن در این سیستم، بخش اصلیشون رو واقعا میتونیم بگیم که بانک های اصلی کانادا هستن. 6 بانک اصلی در کانادا وجود داره و این 6 تا بانک اکثر سرویس ها و خدمات بانکی رو ارائه میدن، مثل حساب های جاری، حساب های پسنداز یا وام مسکن و اینها. نمونه این بانک ها رو که سر فکر میکنم تقریبا سر هر خیابونی شما میتونید ببینید: TD Canada Trust، Royal Bank of Canada، CIBC، Scotia Bank و Bank of Montreal هست. یک بانک دیگه هستش، National Bank of Canada، که در شرق کانادا بیشتر فعال هستش. شما در غرب کانادا در استان بریتیش کولومبیا مخصوصا خیلی اسمشون رو نمیشنوید. در مرحله بعدی مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارن که اینجا بهشون میگن کردیت یونیون. من مدت کوتاهی برای یکی از این کردیت یونیون ها کار کردم.
عرضم به حضورتون که خیلی از من مخصوصا اون زمان سوال میشد که آقا این تفاوت این کردیت یونیون ها یا مؤسسات مالی اعتباری با بانک ها چی هست. از نظر خدمات و محصولات بانکی من به شما میتونم بگم که کاملا مشابه هم دیگه هستن. وام مسکن حضورتون عرض کنم که خط اعتباری یا کارت اعتباری یا حساب های جاری. اگر بتونم به شما بگم که یکی از تفاوت‌های اصلی مؤسسات مالی با بانک‌ها این هستش که افرادی که مشتری‌های این مؤسسات مالی هستند به نحوی اعضای اون یا میتونم بگم سهامدار اون مؤسسه مالی و اعتباری هم میشن و به نحوی در سود اون شریک هستند و میتونن رای دهی بکنن به صورت خودکار. وقتی که شما می‌خواید مشتری بشین باید عضو اون مؤسسه مالی هم بشین. من این رو در اینجا چون سوالی هستش که خیلی پیش میاد، در کانادا بانک دولتی وجود نداره. تمام این بانک هایی که عرض کردم خدمتون، رویال بانک یا تی دی کانادا تراست، اینها شرکت های بسیار عظیم مؤسسه حضورتون عرض کنم که سهام شرکت های سهامی عام بسیار عظیم هستند. در واقع بانک دولتی ما نداریم در اینجا. مرحله بعدی میره شرکت های عرضم به حضورتون که شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، شرکت های مشاوره مالی. من چند تا نمونهش رو خدمتون میگم. شرکت اینوسترز گروپ مثال شرکتی هستش که من خودم باهاشون فعال هستم، شرکت سان لایف، شرکت منیو لایف. اینها شرکت های بسیار بزرگی هستند که در کنار مسائل مالی و سرمایه گذاری و مشاوره مالی انواع اقسام بیمه های عمر، بیمه ناتوانی، عرضم به حضورتون که بیمه های دندان پزشکی، اینها را هم ارائه میدن. مسائل مالی برای همه که مهم هستش، مخصوصا برای ما مهاجرانی که با یه سیستم کاملا متفاوت اومدیم اینجا و خیلی از مسائل به قول معروف متفاوت هست. من در همینجا باید اشاره بکنم که واقعا دوستان و عزیزانی که به اینجا مهاجرت میکنن خیلی ذهن باز داشته باشن. از افرادی که صاحب مشاغل هستن یا تخصصشون هستش سوال بکنن. ببینید من خیلی کاملا متوجه هستم که خیلی از افراد با تحصیلات مختلف میان اینجا صاحبان مشاغل موفق بودن در ایران، ولی این واقعیت اینجا وجود داره که اینجا یه سیستم مالی کاملا متفاوتی هستش در اینجا. ببینید اینجا حتی از استان به استان دیگه بعضی از مسائل فرق میکنه. خیلی از ماها با این آرزو میایم اینجا که دولت اینجا به عنوان مثال خیلی از امکانات رو به صورت رایگان در اختیار ما قرار میده، در اختیار ما قرار میده. این مسئله اصلا تفکر درستی نیستش. ببینید هیچ دولتی از خودش پولی نداره که بخواد به شهروندانش بده. در تمام جاهای دنیا، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا اگر خدمات عمومی وجود داره، اون خدمات عمومی رو شهروندانش دارن به صورت مالیات به انواع مختلف، به راه‌های مختلف دارن برای اون خدمات پرداخت میکنن. در واقع حضورتون عرض کنم که یه معرفی خیلی کلی ما ایشالا با امید خدا خواهیم داشت در برنامه‌های بعدی. به عنوان مثال کارت اعتباری اینجا چی هست، چطور باید از کارت اعتباری استفاده بکنیم، نحوه صحیحش چی هست که بتونیم اعتبار خودمون رو در اینجا بسازیم که فردا روزی احتیاج پیدا میکنیم به وام مسکن راحت بتونیم بگیریم، خرید ماشین میخوایم بکنیم وام باید بگیریم. عرضم به حضورتون که خیلی از موردها هستش که اگر در ایران وجود داشته اینجا به نحو دیگه‌ای شاید مسائل پررنگ تر باشه. من مثال خدمتون میگم. ببینید من تا اونجایی که خاطرم هستش فکر نمی کنم که وام مسکن، مثلا شما یه ملکی میخواستین خریداری بکنین 80% وام مسکن به شما میداد هیچ مؤسسه مالی در ایران. اینجا خیلی از مردم قادر به خرید خونه میشن به این شکل. عرضم به حضورتون که
خط اعتباری یا اینجا لاین آف کردیت بهش میگیم اون چی هست، اون چه جوری کار میکنه. خیلی از دوستان مهاجران عزیزی که تشریف میارن مخصوصا نزدیک سن بازنشستگی که هستن فکر میکنن که به صورت خودکار یک سری از درآمدهای بازنشستگی به ایشون تعلق میگیره، مثلا کانادا پنشن پلان یا اولد سکیوریتی که میشنون، در صورتی که اصلا به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. و ما حتما در برنامه های آینده یک برنامه خاص خواهیم داشت راجع به درآمدهای بازنشستگی که چطور این درآمدها اصلا به شما تعلق خواهد گرفت یا در خیلی خیلی از موارد اصلا هیچ کدوم از این درآمدها به شما ممکنه تعلق نگیره. عرضم به حضورتون که بیمه های مختلف راجع بهش صحبت میکنیم، بیمه عمر به چه شکل هست، انواع مختلفش چیه. عرضم به حضورتون که وام مسکن، مثال عرض میکنم میگن فیکست ریت یا مثلا وریبل ریت یا مثلا اوپن، یا عرضم به حضورتون کلوزد مورگیج، تعاریف اینها رو ما براتون انجام میدیم. یک سری از، من این رو خدمتون بگم که هیچ توصیه عمومی وجود نداره که برای همه بتونه صدق بکنه، ولی یک سری از مسائل عمومی رو ما حتما میتونیم بهش اشاره بکنیم. ولی در نهایت مطمئنم که متوجه هستین که شرایط افراد با همدیگه متفاوت هستش. ما تا جایی که در توانمون باشه سعی میکنیم یک سری از اطلاعاتی یا آشنایی هایی رو بتونیم به بینندگان عزیز بدیم. و من با اطمینان خدمتون میگم خیلی حتی از افرادی که اینجا سالهای سال زندگی کردن یا بزرگ شدن یا به دنیا اومدن خیلی از مسائل رو باهاشون آشنایی ندارن. حساب پسنداز بازنشستگی چی هست؟ چطور کار میکنه؟ RRSP که مثلا توی خیلی از بانک ها Registered Retirement Savings Plan شما به گوشتون میخوره، اون چی هست؟ مبانی کلیش رو شاید بدونین. یک مقدار ریزه کاری ها رو ما خدمتون معرفی میکنیم که چطور کار میکنه. حساب پسنداز تحصیلی چطور توسط چه ارگان های ارائه میشه؟ من به تجربه خودم میتونم بگم که مثلا حساب پسنداز بازنشستگی تحصیلی رو از کجاها تهیه بکنید. عرضم به حضورتون که خیلی مسائل مختلفی هستش که امیدوارم که مورد استقبالتون قرار بگیره، مورد استفادهتون قرار بگیره و انشالله در برنامه های آینده خدمتون باشیم و بتونیم خیلی از سوال هایی که با ما مطرح میکنین رو بتونیم جوابگوی اون هم باشیم.